به نام خدا. سوال 186 فصل 11 صفحه 1401. Which action would the nurse implement as part of care for a client with suspected multiple myeloma after a bone biopsy? کدام اقدام رو پرستار باید انجام بده به عنوان جزئی از مراقبت از بیماری که مشکوک به مولتیپل مایلوما بعد از بون بایوپسی؟ آسپیراسیون مغز و استخوان رو میگن بون بایوپسی، بیوپسی از استخوان. خب حالا مولتیپل مایلوما چی هست؟ اینجا رو نگاه کنید توی عکس. یه بیماریه که سرطان مغز و استخوان هست. سلول های پلاسما سل، سلول هایی که آنتیبادی تولید میکنن، اینا دچار سرطان میشن، ابنورمال میشن به این شکل. و یه سری توضیحات داره، الان بهتون میگم. Multiple myeloma, also known as plasma cell myeloma or Kahler disease, is a red blood cancer. Is a rare blood cancer. سرطان خون هست ولی نادره. That develops in the bone marrow. توی bone marrow سرطان میگیره. When plasma cells becomes cancerous, سلول های پلاسما سرطانی میشن. And crowd out healthy cells. Plasma cells are a type of white blood cells that produce antibodies. Plasma cells یه نوعی از سلول‌های سفید هستن که آنتی‌بادی تولید می‌کنن to help the body fight in infection. کمک می‌کنه که بدن در عفونت بجنگه. In multiple myeloma, the cancerous plasma cells produce an abnormal antibody called M protein. توی مولتیپل مایلوما سلول های پلاسما سل سرطانی یک آنتیبادی ابنرمالی تولید میکنن که بهش میگن ام پروتئین، پروتئین ام. حالا چه علائمی داره؟ خب اینو من بزرگش کنم، علائم رو توضیح بدم. خب از این ور شروع میکنیم. بیمار دچار کانفیوژن و خوابالودگی میشه، گیجی و خوابالودگی، عفونت های مکرر، مشکلات کلیه، درد کمر و استخوانی، شکستگی های استخوانی و دیگه علائمی دیگه که داره. Unexplained breathlessness، کاهش تنفس، توجیهش مشخص نیست. خستگی، کاهش انرژی، بیخوابی. و گزینه بعدی a general feelings of being unwell، احساس ناخوب بودن و از دست دادن وزن به صورتی که قابل توجیه نیست و فشار به ستون فقرات، حالت تهوع و از دست دادن اشتها، احساس تشنگی و ادرار کردن زیاد. اینا علائمش بود. حالا بریم سوال ببینیم چی میگه. میگه کدام اقدام رو پرستار باید انجام بده بیماری که مولتیپل مایلوما داره بعد از بون بیوپسی. گزینه یک، مانیتور دی وایتال ساینز وانس پر دی، علائم حیاتی رو یه بار در روز بگیره که خیلی کمه. گزینه دو، کیپ دی اریا این ا دیپندنت پوزیشن، اون قسمت رو آویزون کنه، خب که باعث خونریزی میشه. گزینه 3، administer intramuscular opioid analgesics، به بیمار اوپیوید بده، مسکن مخدری عضلانی بده. و گزینه 4، monitor the site for swallowing, bleeding and hematoma formation. خب بعد از بون بیوپسی باید اون محل رو از نظر تورم، خونریزی و تشکیل لخته، تشکیل خون چک کنه که جواب گزینه 4 هست. خب توضیحات بیشتر. Nursing care after bone biopsy includes monitoring the site for swelling, bleeding or hematoma formation. مراقبت پرستاری بعد از بیوپسی مغز و استخوان اینه که باید محل رو از نظر تورم، خونریزی و تشکیل هماتوم چک کرد. The vital signs are monitored every 4 hours for 24 hours. تو 24 ساعت اول هر 4 ساعت علائم حیاتی چک میشه. The biopsy site is elevated for 24 hours to reduce edema. محلی که بیوپسی مغز و استخوان شده باید 24 ساعت elevate باشه که
ادما رو کاهش بده. A dependent position will increase the risk of bleeding. اگر بیمار پاشو آویزون کنه، خطر حالا اون جایی که بیوپسی شده آویزون کنه، خطر خونریزی داره. The colon usually requires mild analgesia. More severe pain usually indicates complications are arriving. بیمارم نیاز داره یه مسکنای خفیف بگیره. درد شدید معمولا از عوارض بیماری هست. Test taking strategy focusing the subject care of the colon after bone biopsy. Begin to answer this question by recalling that after this procedure the colon must have periodic assessments. به یاد بیارید که بعد از این بیوپسی باید بیمار به صورت دوره‌ای assessment بشه، ارزیابی بشه. With this in mind, eliminate option 1 because the time frame is too infrequent. یه option 1 گفته روزی یه بار assessment کنید که این کمه. Knowing that the procedure is done under local anesthesia helps you eliminate option 3 next. بیمار BSC موضعی گرفته و آپشن سر رو حذف کنید. From the remaining choices, recall the principle related to circulation and positioning to direct you to the correct option. Priority nursing tip. Inform the client that mild to moderate discomfort is normal after a bone biopsy. به بیمار آموزش بدید که یکم ناراحتی خفیف تا متوسط طبیعی نرمال بعد از بیوپسی مغز استخوان. در پناه خداوند یکتا شاد و سلامت و ثروتمند باشید. لایک، کامنت، شیر یادتون نره. موفق باشید.